در یک کنفرانس مجازی که توسط بنیاد کارنگی برای صلح برگزار شد، سه نفر از پژوهشگران آمریکایی نتایج انتخابات اسرائیل و احتمالات مربوط به پیروزی بنیامین نتانیاهو و جناح مخالف او را بررسی کردند. هوشمند میرفخرایی و جزئیات بیشتر. چهارمین انتخابات اسرائیل در دو سال اخیر دو هفته پیش برگزار شد، اما هیچ کدام از احزاب به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت دست نیافتند. بنیامین نتانیاهو جوانترین فردی است که در اسرائیل به نخست وزیری رسیده و تقریبا 15 سال، یعنی بیش از هر اسرائیلی دیگری، این مقام را در اختیار داشته است. به نظر می رسد که حمایت یا ضدیت با نتانیاهو به صورت مهمترین عامل تعیین کننده در این انتخابات درآمده است. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 6 کرسی کمتر از انتخابات قبلی به دست آورد و احزاب دست راستی مانند حزب یشاتید و حزب امید جدید موفق شدند تا 72 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهند. اما این احزاب و گروه ها نمی توانند دولت تشکیل دهند، چون اختلافات زیادی در مسائل داخلی و خارجی مانند نقش مذهب و سیاست، میزان استقلال قوه قضاییه و نحوه رفتار با فلسطینی ها دارند. بنیامین نتانیاهو با 3 فرونده فساد، ارتشا و نقض سوگند روبروست، اما تمام اتهامات را رد کرده است. ناتان ساش، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در انستیتو بروکینز، میگوید علارغم این پرونده ها و با وجود اقبال کمتر رای دهندگان به حزب لیکود، شخصا معتقد است احزاب دست راستی نمیتوانند ائتلاف کنند و به احتمال زیاد نتانیاهو بار دیگر مأمور تشکیل کابینه خواهد شد. محقق دیگری به عدم تغییر در توازن قوای داخلی در اسرائیل اشاره کرد. آنچه در این 4 رأی‌گیری اخیر می‌بینیم این است که تقریباً هیچ چیز تغییر نکرده است. البته دستاورد احزاب در هر انتخابات متفاوت بوده، اما برآیند توازن قدرت میان این گروه‌ها به شکل تعیین کننده تغییر نکرده است. به همین دلیل، صرف نظر از اینکه چه ائتلافی موفق به تشکیل دولت خواهد شد، سیاست اسرائیل در خصوص فلسطینی‌ها و مهمتر از آن نگرش اسرائیل به مسئله اتمی ایران تغییر نخواهد کرد. پیش نیاز تشکیل دولت در اسرائیل کسب حمایت 61 کرسی از 120 کرسی کنست یا پارلمان است و بر اساس آخرین نتیجه انتخابات حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 30 کرسی به دست آورده است. احزاب مخالف نتانیاهو مانند حزب کارگر و فهرست متحد عرب جمعاً 57 کرسی به دست آوردند و حزب دست راستی یامینا به رهبری نفتالی بنه با 7 کرسی هنوز اعلام نکرده که از کدام جناح حمایت می‌کند.